دیدبانان امور کشورهای عربی با اشاره به حجم مشکلاتی که مردم سودان به دلیل سیل‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند اعلام کردند که سیلاب‌های اخیر 80% شهرها و روستاهای این کشور را در نوردیده و خسارت‌های جانی و مالی بسیاری را علاوه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی در این کشور به بار آورده است. این دیدبانان تأکید کردند این در حالی است که کمک‌های انسانی انجام شده به مردم سودان با توجه به حجم مشکلات بالاخص از طرف عرب زبانان و دیگر مسلمانان بسیار ضعیف و ناچیز است. آنها تأکید کردند مشکلات سیاسی، روابط تیره سودان با کشورها به خاطر مسائل منطقه‌ای نباید مانع یاری رسانی به مردم این کشور شود، چرا که مردم سودان خود قربانی سیاست‌های ناکارآمد، اقدامات تروریستی سنی‌های تندرو و نیز بلایای طبیعی هستند. گفتنی است پیش از این مرجعیت شیعه آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی در سخنرانی‌های اخیر خود بالاخص در روز عاشورا بر ضرورت همیاری مسلمانان در سرتاسر عالم با یکدیگر برای پشت سر گذاشتن سختی‌ها تأکید کردند. معظم الله به امت اسلامی یادآور شدند که تنها سیاست قابل قبول مناسب سیاستی است که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و حکومت وسیعه بر حق ایشان امیر مؤمنان علی علیه السلام پیاده شد، زیرا در آن زمان مسلمانان در امنیت آسایش زندگی می کردند و اگر نبود دخالت دشمنان دین و انسانیت که با اقدامات غلط و سلطه گرانه خود مشکلات بسیاری را به ملت‌ها تحمیل کردند، تا کنون بشر در آرامش به سر می برد. معظم الله همچنین بارها از حکومت‌های کشورهای عربی و اسلامی خواستند تا به رهنمودها و اقدامات پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام در نحوه اداره مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با مردم رجوع نمایند، چرا که این رویه بهترین رویه است که به واسطه آن می توان با مشکلات مواجه شوند.